Hey there, how's it going? Welcome back to another session of English class with Bumbo Languages. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و به جلسه دیگه از درس زبان انگلیسی با Bumbo Language خوش اومدید. و اما در ادامه درس حروف ربط امروز میخوایم حروف ربط دیگه یعنی correlative conjunctions, subordinating conjunctions و adverbial conjunctions رو با هم بخونیم و ببینیم که چی هستن و یه سری نکات ریزی در مورد قواعد نوشتاریشون هست که با هم مرور میکنیم پس با من همراه باشید و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید که دیگه خیلی دیر شده و وقتشه که همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین درس های ما خیلی فوری قبل از همه مطلع بشید اوکی okay, let's get started. اگر قسمت قبل درس حروف رفت رو دیده باشید که اگر ندیدید توصیه میکنم حتما برگردید اول اون رو ببینید ما در مورد coordinating conjunctions خودیم حروف ربط همپایه که به لحاظ ارزش و مقدار یکسان بودن دسته بعدی حروف ربطی که داریم correlative conjunctions هستند correlative conjunctions در زبان فارسی به اینها میگیم حروف ربط همبسته همبسته یعنی چی یعنی همبستگی خاصی با هم در جداشون کنیم نمیشه یه تیکش تو جمله باشه یه تیکش نباشه so these pairs these pairs all of them are impaired they appear impaired these pairs of conjunctions need parallel or um, equal structures after them after each of them خب در واقع حروف ربط همبسته همیشه پیر هستن به شکل جفت میبینیمشون مثل چی؟ whether or not only but also either or neither nor both and as as such that rather than خب تمام این حروف رفت چه اتفاقی میفته؟ میبینید که جفتن دیگه دو تیکه دارن دو بخش دارن و دقت کنید اون بخشی که بعد از هر کدوم از اینا میاد یعنی ما بینشون و طرف دوم میاد باید یکسان باشه یعنی چی یکسان باشه یعنی اگر این طرف فعل اون طرف هم باید فعل باشه اگر اسم باید اسم باشه اگر عبارت باید عبارت باشه یا عبارت اسمی لاقل باشه مثلا اسم باشه با عبارت اسمی و مثلا اگر فعلمون آی جی داره باید اون بر آی جی باشه پاستنس پاستنس یعنی به طور کلی هر دو طرف باید استراکچر یا ساختار یکسان ایکوال یا پرالل یا موازی با هم داشته باشن خب چند تا مثال زدم البته ممکنه غیر از اینها یه تعداد دیگه هم باشن ولی حالا من جهت آشنایی شما تعدادش رو آوردم که بیشتر دیدین و بیشتر باهاشون شاید سرکار داشته باشیم مثال ها رو ببینید I want either the cheesecake or the chocolate cake خب either or یعنی یا این یا اون فرق نمیکنه یعنی من یا چیز کیک میخوام یا چاکلت کیک میخوام خب برعکس این چی هست نیدر نور نه اینو میخوام نه اونو میخوام we want neither the cheesecake nor the chocolate cake. نه cheesecake میخوایم نه چاکلت کیک کیک شکلاتی. خب اینجا چه اتفاقی افتاد میبینید the cheesecake اولا که یک uh, noun phrase عبارت اسمیه دیگه the cheesecake اسم داریم ده هم داره. این طرف هم the chocolate cake داریم باز هم عبارت اسمی. پس هر دو طرف به لحاظ ارزش و مقدار اسم هستن عبارت اسمی هستن. مثال بعد رو ببینید. کلارا not only wants money but also wants fame. یعنی کلارا نه تنها پول رو میخواد بلکه شهرت رو هم میخواد. خب not only but also. نه تنها این بلکه اون. خب حالا به این جمله دقت کنید یک اشتباه یا غلط مستلحی که خیلی ها ممکنه مرتکب بشن خصوصا زبان آموزایی که تازه این رو میبینن ممکنه بگن که کلارا not only money but also fame خب این خیلی غلطه چرا؟ گفتیم هر دو طرف باید the same structure باشن دیگه ساختار یکی اگر اینجوری بگیم not only money اینجا ما فعل داریم و مفعول داریم بعد بیم بگیم also fame اینجا اسم داریم اینا ربط فعل اسم. پس نه parallel نیستن equal هم نیستن اگر این طرف فعل آوردیم این طرف هم فعل باید بیاریم میتونیم بگیم کلارا نات اونلی کلارا اگر که بخوایم اسم به کار ببریم میتونیم وانتس رو قبل از نات اونلی بگیم یعنی بگیم کلارا وونت نات اونلی مانی بات also فیم خب اینجا واس وانت رو جدا کردیم حالا میتونیم هر دو تا رو به شکل اسم به کار ببریم مانی و فیم در غیر این صورت تو هر دو قسمت باید فعل وونت وجود داشته باشه مثال بعدی swimming isn't as exciting as a snorkeling swimming isn't as exciting as snorkeling خب یعنی شنا به اندازه snorkeling snorkeling قواسی هست که زیر آبه ولی تو عمق نمیریم نزدیک سطح آبیم با اون عینک های خاص و لولهی که میاد رو آب تنفس کنیم شنا به اندازه سنورکلینگ هیجان انگیز نیست خب اون طرف سویمینگ داریم این طرف هم سنورکلینگ داریم جفتشون نیم هستن و نیم اسم ورزش هم هستن نون هستن ببخشید مثال بعدی They'd rather play the drums than sing They'd rather یعنی اونا به این بیشتر تمایل دارن They'd rather یا بهتر که این کار بکنن They'd rather play the drums یعنی بهتر که درام بزنن جاز بزنن تا اینکه آواز بخونن خب اینجا چه اتفاقی افتاد فعل پلی رو داریم و این طرف فعل سینگ رو داریم پس باز در هر دو طرف بعد از رادر و بعد از دن ما فعل داریم که یکسان هستن مثال بعدی Both جان and Lauren enjoyed the movie خب هم جان هم لورن تو فارسی ما اینجا میگیم هم این هم این ولی اینجا میگیم هر دوی جان و لورن یعنی جان و لورن هر دوتاشون از فیلم لذت بردن خب اینجا بعد از both یک Uh, proper ناون یا نیم داریم اسم شخصی رو داریم بعد از and هم باز اسم یک شخص دیگر رو داریم خب یه تعدادی مثال بود که با چند از براتون زدم که کاربردش رو ببینیم تخت پاک میکنم و با گروه دیگه ای از این حروف ربط بر دسته دیگه حروف ربط subordinating conjunctions هستند subordinating conjunctions به اینها میگیم حروف ربط وابسته و اما چرا؟ They join two clauses but in doing so they make one clause dependent or subordinate خب subordinating conjunction ها میگیم حروف ربط وابسته باز هم دو تا بند یا دو تا جمله رو به هم وصل میکنن این دو تا جمله میتونن در ابتدا جملات در واقع پایه باشن جمله کامل و مستقل باشه مثل اینجا It is raining okay. It's independent sentence We have an umbrella It's independent sentence دو تا جمله داریم هر دوشون مستقل هستن ولی زمانی که ما یکی از این حروف ربط رو بیاریم اول یکی از این جمله ها اون جمله دیگه مستقل نیست و تبدیل میشه به وابسته dependent or subordinate برای همین به اینها میگیم حروف ربط وابسته یا وابسته ساز خب مثال رو ببینید گفتیم it is raining داره بارون میاد جمله مستقلی هست اگر because رو اولش بذاریم و بگیم because it is raining okay my sentence is not finished از اونجای برای اینکه چون بارون میاد خب اگه اینجا سکوت کنم چی میشه میگید خب که چی حالا چون بارون میاد چی منتظر ادامه این پس جملهمون دیگه مستقل نیست و باید جمله دیگه بیاد تمومش کنه بنابراین جمله دوم میذاریم در انتهاش because it is raining we have an umbrella چون داره بارون میاد ما چتر داریم خب و میتونیم این رو به این صورت هم بگیم یعنی because رو میتونیم وسط جمله بگیم we have an umbrella because it is raining چه تفاوتی کرد نکته نگارشی یا نوشتاری داریم اگر Uh, dependent clause -مون. اول بیاد اون یعنی اون بخش یا اون جمله ای که وابسته هست و حرف ربط وابسته رو داره اولش اگر در قسمت اول بیاد حتما بعدش کاما میذاریم و بعد جمله کامل یا مستقلمون رو می نویسیم اما اگر این حرف ربط بین دو تا جمله بیاد دیگه کاما نمیگذاریم نکته بعدی که اینجا داریم من یه جمله با سو so براتون نوشتم ما این رو میتونیم با سو so هم بگیم یعنی بگیم که it is raining So we have an umbrella. این so چی بود؟ Coordinating conjunction بود که در جلسات قبل خونده بودیم. حرف ربط همپایه بود دیگه درسته؟ خب چه فرق این so با because داره؟ یادتون باشه که حروف ربط همپایه یا coordinating conjunctions they make a looser connection than subordinating conjunctions. یعنی yani چی؟ یعنی پیوندی که حروف ربط همپایه بین اون دوتا جمله ایجاد میکنن خیلی سطحی و کمتر هست خیلی پیوند محکمی نیست نسبت به حروف ربط وابسته وقتی میگیم وابسته یعنی دیگه این کاملا به هم وابستن پس اون کانکشنشون تایت هست خیلی مستحکمتر هست نسبت به حروف ربط همپایه که یادتون هست هفتا بودن فن بویز رو باشون ساخته بودیم خب و اما این حروف ربچی چی هستن من یه تعدادشون رو براتون آوردم که خیلی زیادن باز هم داریم ولی حالا همین تعداد به نظر من کافی هست after although خب after که میدونیم بعد از بعد از یه چیزی حالا although اگرچه از باز از رو ما یادتون باشه اینو با از و از اشتباه نکنید. از داریم از فار داریم از سوناز از داریم از ایف داریم از دو داریم ترکیبات مختلفی با از داریم خب از فراز یعنی تا جایی که از سون یعنی به محض اینکه از ایف یعنی انگار از دو هم یعنی انگار مثل اینکه از میتونه زمانی که باشه به محض اینکه باشه معنی های مختلفی داره از در جمله باید ببینیم چه معنی میده Because برای اینکه چون که باز از آن جایی که هم باز میتونیم بیکاز رو بگیم بیفور قبل از ایون if حتی اگر even though اگر چه how باز هاو تو جمله معنی میشه هاو به عنوان کلمه پرسشی چطور هست ولی مثلا میخوام بگم که uh, I want to learn how to cook خب مثلا حالا اون ها یعنی چه جوری بپزم دیگه اینجا کلمه پرسشی نیست حواستون باشه if یعنی اگر این case یا این case that یعنی در صورتی که یکی از دوستان ازم سوال کرده بود کیس باز خودش معنی های مختلفی داره یه معنیش که همون کیس کامپیوتر هست یه معنیش یعنی بسته جعبه معنی دیگه case مثلا میگیم in this case یعنی در این مورد و اینجا هم in case that یعنی در صورتی که پس معانی مختلف داره in order that in order that یعنی برای اینکه تا اینکه مثلا یه کاری رو کردیم in order that یه اتفاق دیگه بیفته تا این اتفاق بیفته once اینجا معنی یک بار نیست once یعنی به محض اینکه once i saw her به محض اینکه دیدمش بقیه جمله since با since یعنی هم معنی از داره since i was a child از وقتی بچه بودم یا yeah, since it is raining گاهی since معنی because هم میده از اون جایی که بارون میاد چون که بارون میاد مثلا we have an umbrella خب پس since هم معنی مختلف داره so that باز معنی برای اینکه میده تا برای اینکه then that اینا رو دیگه میشناسیم با آشنا هستید till until تیل و until دقت کنید until یه دونه ال داره till دو تا ال داره به معنی تا برای زمان مثلا تا این موقع Unless یعنی مگر این کارو نمی کنیم یا این کارو می کنیم. مگر اینکه این اتفاق بیفته Unless خب when whenever when یعنی وقتی که whenever یعنی هر وقت where جایی که wherever where, یعنی هر جا while مادامی که در زمانی که در حالی که why هم که اینجا دیگه چرا نیست یعنی برای این که احتمالا دیگه خب پس تعدادی از subordinating conjunction را ها رو هم با هم دیدیم دقت کنید به جای اونها در جمله موقع نگارش این ویرگول خیلی مهم هست که بذاریم یا نگذاریم خب در قسمت بعدی بریم ببینیم که conjunctive adverbs چی هستن یا adverbial conjunctions حروف ربط قیدی چیا هستن conjunctive adverbs قیدهای ربطی ببینیم اینها چی هستند They are adverbs that join independent clauses together خب قیدهای ربطی در واقع جملات یا بندهای مستقل رو به هم ربط میدن مثال رو ببینید The tire was flat Therefore we call the service station خب flat tire میشه لاستیک پنچر دیگه میگه چرخ لاستیک پنچر بود پس بنابراین در نتیجه زنگ زدیم به یک مرکز سرویس خود رو که بیان کمک کنن و پنچریمون رو بگیرن سرویس ستیشن خب. مثال بعد It was a hot day Nevertheless The workers worked on, a on the project All day Oh my god So that is they They not they. اینجا جایی هست که توی لیسنینگ هم اشتباه میکنیم. They با they. So, it was a hot day. Nevertheless, the workers worked on the project all day. یعنی روز گرمی بود با این حال Nevertheless کارگرا کل روز، تمام روز رو, رو روی پروژه کار کردن یعنی با اینکه گم بود دست از کار نکشیدن پس nevertheless میشه با این حال یه کلمه شبیه این هم داریم باز اونم uh, conjunctive adverb هست nonetheless خب، نکته نوشتاریش چی هست؟ نکته نگارشی یا punctuationش چی هست؟ We use semicolon semicolon or semicolon before the conjunctive adverb and we put a comma after it اصولا معمولا درست این هست ممکنه شما حالا سرچ کنید جمله های ببینید ویرگول گذاشتن نقطه گذاشتن اما به لحاظ نشانه گذاری در جمله درست این هست که قبل از این قیدهای ربط سمای کالن که در فارسی بهش میگیم نقطه ویرگول یه نقطه از پایینش ویرگوله از سمای کالن استفاده کنید و بعد از این قیدها یک کاما یا همون ویرگول بذاریم خب یه تعدادی رو براتون نوشتم باز هم خیلی بیشتر از اینا داریم دیگه من یه چند تاشو براتون مثال زدم After all بعد از همه اینها با وجود اینها Also همچنین As a result در نتیجه Besides Besides باز یعنی به علاوه یعنی یه چیزی رو گفتیم حالا میگیم Besides به علاوه این هم میخواییم اضافه کنیم Consequently Consequently باز یعنی در نتیجه مثل uh, As a result هست Finally در پایان بالاخره. For example که دیگه همتون میدونیم میدونین قطعا Furthermore Furthermore یعنی به علاوه ما چند تا کلمه داریم که معنی به علاوه میده وقتی که میخوایم کلمه در واقع جمله دیگه اضافه کنیم یا نظریه دیگه چیزای دیگه به متنمون اضافه کنیم از furthermore استفاده میکنیم یعنی به علاوه یه کلمه دیگه یا عبارت دیگه بهتره بگم داریم in addition in addition هم یعنی به علاوه باز moreover داریم باز هم یعنی به علاوه پس همه اینا یعنی به علاوه حالا میخواییم یه چیزی اضافه کنیم hence hence یعنی از این رو بنابر این معنی hence هم ما چندین کلمه داریم hence داریم thus therefore همه اینا معنی از این رو پس بنابر این میدن in fact یعنی در واقع in other words یعنی به عبارت دیگه یه چیز رو گفتیم حالا میخوایم توضیح بیشتر بدیم یا به یه زبون دیگه توضیحش بدیم که طرف مقابل متوجه بشه میگیم این other words خب moreover رو که گفتیم یعنی به علاوه nevertheless با این حال با این وجود next یعنی بعد سپس on the other hand on the other hand on the one hand هم داریم یعنی مثلا میخوایم دو تا چیز مختلف رو بگیم از یه طرف اینجوریه از طرف دیگه از سوی دیگه اینجوری میگیم on the one hand بعد اون عبارت یا جمله اولمون رو میگیم یا اصلا توی پاراگرافی توضیحی میدیم بعدش میگیم on the other hand از سوی دیگه از طرف دیگه حالا توضیحاتمون رو میگیم otherwise 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 یعنی اگرچه still یعنی هنوز مثل yet هست then باز معنی سپس میده therefore که گفتیم و داست رو هم که گفتم therefore thus hence همه معنی بنابراین رو پس و از این رو میدن خب این هم تعدادی از کنجانتیف پایما و درس حروف ربط اینجوری به پایان رسید خب دوستان عزیز این درس هم به پایان رسید درس مهمی هست با تعداد زیادی از حروف ربط آشنا شدید و اگر که حروف رفت دیگه ای هم دیدید خیلی راحت میتونید توی دیکشنری سرچ کنید معنیاش و کاربردهاش هاش رو ببینید اما توصیه میکنم حتما بخش نشانه گذاری و علامت گذاری جمله رو دقت کنید با دقت بخونید چون اگر که بخواید آ... یکی از آزمون های بین المللی رو بدید حتما در بخش رایتینگش به این نکات خیلی ریز توجه میکنن و ممکنه نمره از دست بدید یا برعکس با رعایت این چیزایی که یاد گرفتید نمره خوبی کسب کنید Okay, so till next session, take good care of you and goodbye.